سوال دیگه ای که از محضر حضرت عالی داشتم این بود که حضرت عالی زمان چند تن از شاهان را درک کردید؟ من فقط اواخر احمد شاه بود که به خاطر دارم و حتی یک دفعه هم او رو دیدم، سوار یک کالسکه بود. من مثل اینکه از مدرسه مروی می آمدم، کالسکه او تصادف کرد، از تو خیابون از جلو شمس العماره می رفت. قیافش هم الان به خاطر دارم، چهره به نسب جوان بود نسبتاً و صورتش هم صورت جذابی بود و کالسکه رفت. من همین مقدار او رو به خاطر دارم. البته در زمان او مدتی بودیم، ولی دیدنش یک بار بود. بعدم که رضا شاه آمد، اول امر رضا شاه برای اخفال مردم تو دسته ها شرکت میکرد و با سینه زنها در دستجات آزادداری راه می افتاد. یک بار هم او را از نزدیک دیدم که قاطی جمعیت آزادداران دسته بود و دیدم که یه دونه شمع دست گرفته، یه تیکه مقوای گردی رو سوراخ کرده که این پیه های شمع به دستش نریزه که بسوزه. توی جمعیت اون وقتی که من دیدم شمع گچی نصف شده بود، سوخته بود، ولی نصفش باقی بود. شب میسوخت و اینم میرفت، شب بود و اینم با جمعیت میرفت. قبل از اینکه قدرت را به دست بیاره؟ بله، قبل از قدرت. این کارها برای اخفال مردم بود، برای اینکه خودش رو از قماش مردم و در ردیس مردم به حساب بیاره این کار رو میکرد. و بعد دیگه من از نزدیک با او برخوردی نکردم و برخوردی نداشتم. عرض میشود که بعدم که فرزندش ممرضا خان آمد، اونه که دیگه وضع روشنی دارد و در عصر الان افرادی که به صور مختلف از گرفتاری های دوران او رنج دیده اند هستند گوشه و کنار. از جنایات و آدمکشی ها و ظلم ها و تجاوزات دوران رضاخان چه خاطراتی دارید که بیان بفرمایید؟ با توجه به اینکه پدرم و ما در عمق قضایای سیاسی نبودیم، هیچ اطلاعات پشت پرده ای نداریم. اما یک مطلب رو که میدانیم که چون در شمال واقع شد و تنکابون هم جزء شمال بود، املاک مردم رو گرفت. این دیوانه از نظر شهوت مال اونچنان عنصر خبیث و کثیفی بود. این مردم شمال یکی دو جریب، یکی سه جریب، یکی پنج جریب زمین داشت، زراعت میکرد، برنج میکاشت، یه محوطه پرتغال داشت. آقا تمام اینا رو گرفت، حتی در شمال نزدیکه های شهسوار بعضی از علمای خیلی محترم بودند، درس خونده، ملا، و اینا برای اینکه با عزت نفس و آقایی زندگی کنند از وجوه استفاده نمی کردند، خودشون زراعت داشتند و از محصول خودشون ارتزاق می کردند و به مردم خدمت علمی و دینی می کردند. از این بزرگواران کسی را می شناسید که نام ببرید؟ یکی از اونا آقایی بود به نام حاجی نورالدین، خیلی مرد وزین و محترمی بود.
آقا آمد املاک اینا گرفت، اینا یه قدری مقاومت کردن، اینا رو بعدی تبعید کرد، اهانت کرد، مأمورین اذیت کردن، خلاصه زندگانی تمام اون مردم رو که در کنار بحر خزر زیست می کردن همه رو به هم زد و همه به صورت رعیتهای خود درآورد، همه را به صورت رعیتها و بعدم یه حقوق کم با یک وضعی، همه برده، همه بنده. یکی از مصائب بسیار بزرگ برای مردم شمال اون وقتی بود که خبر می دادن رضا شاه کبیر می خواد بیاد سرکشی املاکش. آقا اگر من بگویم مردم عزادار می شدن مبالغه نیست. اولا برای اینکه بعضی جاده ها خب ماسه بود کنار دریا، اما بعضی جاده ها دور بود از دریا، خاک بود. مردم باید زن و بچه، بزرگ و کوچک برن نزدیک دریا، ماسه و شن تو کیسه ها بریزن، بیارن این جاده رو با ماسه ها بپوشانن، وقتی اتومبیل شاه میاد گرد نشه. حالا فکر کنید اینا چه باید بکنن؟ با پا، با دست از کنار دریا ماسه بریزن تو کیسه ها؟ مگه چقدر کیسه میتونه؟ زن بچه‌ش رو به پشتش بسته، کیسه رو به دست گرفته، ماسه داره میاره که بریده تو جاده ها، اتومبیل اعلیحضرت اومد گرد نکن. و بعد آقا مردم موظف بودن موقعی که شاه میاد تمام دو طرف جاده زن و مرد جمع بشن، احساسات بخندیدن، دست بزنن، احترام کنن. لا اله الا الله. یک قضیه ای را یک نفر نقل کرد از همون تونکابونی های ما، من همینطور این در خاطرمه و وقتی به یاد می آورم خیلی متأثر شدم. الانم که به شما می خوام بگم بسیار متأثر. گفت که حالا نمیدونم او خواهر او بود یا کسی دیگه بود از بستگانش، هرچی، گفت این زن بچه داشت، یه بچه دو ساله، دو سال نیم است، باید بره به استقبال. رفتن به استقبال جبره. خب رفته استقبال، تو زنها ایستاده، نزدیک شده رضا شاه بیاد، این مأمور خشن کثیف خود فروخته هم قدم میزنه، این بچه شروع کرد گریه کردن. مادره گفت بابا گریه نکن، ساکتش بکنه. گریه کرد. آقای مأمور آمد زنه رو کشید از صف بیرون که شاه میاد بچه نباید گریه کنه. آقا این زن رو کشید بیرون. اون طرف یه ساختمان بود، ساختمان دهاتی، یه اتاقچه بود، من نمیدونم خوابگاه گوسفند و گاو بود یا انبار بود. صاحبش آهک خریده بود، توی اون اتاقچه ریخته بود، آب زده بود، آهکا باز شده بود، به صورت پودر در آمده بود. اون مأمور بی‌عاطفه فاقد شرف انسانی این زن رو با بچه کشید آورد دم این اتاق نزدیک بود، کردش تو اون اتاق در رو چفت. این زن با اون بچه موند روی اون آهک های آب زده مثل پودر. آقا اینا تکان میخوردن، این پودر حرکت میکرد، اینقدر از این آهک استنشاق کردن تا هر دو روی اون آهک ها مردن، هم بچه هم مادر. فردای اون روز صاحب خانه که آمد در رو باز کنه برای برداشتن آهک، چشمش افتاد به این دو جنازه.
لا اله الا الله. من که عرض می کنم آقا مصیبتی بود اگر خبر می دادن رضا شاه به سرکشی املاک میاد، این مردم عزا می گرفتن. مرگ برای مردم گواراتر بود از اینکه رضا شاه بیاد و اون همه زجر بکشن. خاطره جالب و تاریخی بود واقعا. انا لله و انا الیه راجعون. چه مصائبی، چه بلایایی. در هر حال در ایام رضا شاه من خاطره های خاصی ندارم. از دوران کشف حجاب و جنایاتی که نسبت به زنان مردم و نوامیس مسلمین انجام میدادند خاطراتی؟ خیلی مناظر دیدم. اینقدر سنگین بود، سخت بود، نمیتونستم بایستم، به عجله رد میشدم. اینها گاهی این پیر زنها یک منظری که خود من دیدم، یه پیر زن این موهای سفید خودش رو حنا بسته بود که اون سفیدی ها با رنگ حنا پوشیده بود. این چادر داشت و زیر چادرم روسری داشت، میگفتن چارقت روسری داشت. یک پاسبان کسیف آقا رسید، چادر اینه کشید، فریاد زنی بلند شد. بعد دست انداخت این چارقت زنه رو برداره. اینه که چنگ زد، موهای زنه هم لای این چارقت موند. یه همچنی که کشید چارقت با یه مقدار موی حنابسته قرمز رنگ این زنم کنده شد. زن سربرهنه مونده بود، نشسته بود، چه بکنه بیچاره بدبخت. این کشف حجاب بود. این عمل این مأمورین آلوده کثیف جهنمی با مردم، اونم با این زن در این سن، زن در این سن خیلی تأسف با، خیلی تأسف با. به مردم دستور داده بودن مأمورین رضا شاه باید اهالی هر محلی جلسه بگیرن با زنهاشون بیان بدون حجاب. نمیدانید محلات چه خبر میشد. اون وقتی که میگفتن امشب جلسه توی این کوچه است، اهل محل بیان. این مردم مسلمان متدین، زنهای شریف با عفت، چه بکنن؟ یه لباس گنده پوشیده، سر رو با یک پارچه بزرگ بدون چیز بسته. من میدیدم یک عده دارن میرن به طرف اون مجلس، اما زاغ زاغ گریه میکردن بر بدبختی خودشون، عشق میریختن و میرفتن که در مجلس جشن شرکت کنن. مجلس عزا، مجلس بلا، مجلس مصیبت به نام جشن. خلاصه تاریخ تلخی بود، تلخ. اونقدر تلخ بود که از یاد نمی رود و هر وقتم بعضی از اون مناظر به خاطرم میاد بی اختیار حالت تأثر و عشق برافتم. از دوران پیاده کردن برنامه لباس متحد و شکل و برداشتن امامه ها چه خاطراتی دارید و در این جهت خود شما چه گرفتاری هایی داشتید؟
عرض می شود قانونی گذشت برای لباس روحانیت، مجتهدین رو معاف کردن و به علاوه برای منبری ها هم به نام محدث و تو قانون هم نوشتن به این که این آقایون منبری ها باید حدیث صحیح رو از سقیم تشخیص بدن تا به اینا جواز لباس روحانیت داده بشه و برای مجتهدین هم که خب حساب جدا بود. عرض می شود که من خودم جواز داشتم و یه آقای روحانی ملایی بود از شاگردای مرحوم میرزای شیرازی بزرگ سر من رعا، میگفتن عاشق حسین یزدی. این تو همون خیابان نزدیک سرچشمه منزل داشت. به پدرم هم خیلی احترام میکرد چون مرد ملایی بود، دستگاه هم به او احترام میکرد. بعد پدرم به من گفت تو برای گرفتن گواهی محدثی برو پیش او یه جواب بنویسه به جواز میدن. من رفتم، کسی هم پیش او نرفته بود، یه هم بر من یکی نوشت، اونم رد قانون کرد تو نوشته. من قانون رو رد کرد، نوشته بود وظیفه اهل منبر، من عبارتش تقریبا یادم، وظیفه اهل منبر حف بر افعال واجبه و ترک محرمات معلومه و تهذیب اخلاق است و این نیاز به تشخیص حدیث صحیح و سقیم در اصطلاح علما نیست. اون چه بر اهل منبر لازم است شناختن زمان و موقعیت زمان و این که از گفتن مطالبی که باعث اختلاف و پراکندگی می شود خودداری کنند و چون شما را شایسته می دانم به شما اجازه می دهم که به امر حدیث و منبر ادامه بدید. این نوشت بر ما، قانون را رد کرد، گفت قانون گذارا اصلا بی خود نشستن و واقعا هم حرف حسابی زده. اهل منبر حدیث صحیح و سقیم نمی خوان فتوا بدن که، ولی به اتکای همون اون به من جواز دادن. اما بعضی از آقایون بودن خوب لباس داشتن، ملایی نداشتن، امتحان نمیتونستن بدن، اینقدر اینا رو کلانتری بردن، لباسها را قیچی کردن، عباها را قیچی کردن، عمامها را پاره کردن، اینا را از کلانتری بیرون میکردن، گریان به منزل میامدن، خیلی اهانت و اذیت می‌کردن، خیلی زیاد، خیلی زیاد. بعد در اون موقع، اون وقت در قوم هم این قضیه لباس متحد و شکل رو دستور داد به قوم. این قصه رو براتون میگم، این گاهی خصوصی گفتم، مرحوم آیزانتقی اشراقی خودش برای من تو منزل من نقل کرد، گفت مردم قوم می آمدن به آقای هاشیخ می گفتن که آقای هاشیخ یه تلفگاف کنید به رضا شاه که مردم قوم رو از لباس اتحاد شکل معاف بکنید. عاشق میگفت آه مصلحت نیست، نمی کند.
اشراقی میگفت طلبه ها ناراحت، مردم ناراحت. اون وقت بعضی از مدرسین هم ناراحت که چرا شیخ تلگراف نمیخونه. و من یک روز رفتم منزل شیخ قبل از ظهر، دیدم شیخ رو زمین نشسته رو آجر، پاش دراز، عمامش هم ولو اونجا تکیه داده به دیوار. از اون نوکم روزم چی شده؟ گفت یه عده آمدن اینجا به شیخ اهانت کردن، جملات خیلی بدی گفتن که چرا شیخ تلگراف نمی کنه؟ و همین نسبت ها و پیوندهای سیاسی رو گفتند و متهم کردن. گفت من رفتم نشستم به حالش آوردم، گفتم آقای شیخ بفرمایید الان به منزل ما امروز نهار اونجا بمانید، تو زیزمیدی استراحتی بکنید، بریم منزل ما. شیخ هم برای اینکه از این محیط خلاص بشه باز افراد نیان قبول کرد.